در تهران به دنیا آمدم، در منطقه گلوبندک، از مادری که در واقع نتنزی بودند، مال ده افوشته و از خانواده واقفی بودند، و پدری که متولد تبریز بود و در جوانی از خدمات سربازی پیشوری فرار کرده بود و آمده بود تهران و در تهران کار کردم. بنابراین در یه همچین فضایی در تهران متولد شدم. دو تا خواهر دارم که از خودم کوچکتر هستند و مدارسی که طی کردم در تهران بوده، مدارس خاصی نبوده، مدارس دبستان دولتی بوده و دبیرستانی بوده که به نام علم و هنر، که دبیرستان خاصی هم نبوده، عمدتا در منطقه شاهپور و امیریه در بچگی زندگی میکردیم تا موقعی که دانشگاه بودم. بعدش که اومدیم امتحانات دانشگاه رو دادیم، چند جایی قبول شدیم، چند تا رشته رو که رفتیم و تمام کردیم، یکیش همین مدرسه عالی بازرگانی بود که لیسانس گرفتم و تمام کردم، و دیگری هم مدرسه ترجمه بود که زبان انگلیسی، اون رو هم تموم کردم. بعد از این دوتا لیسانسی که رفتم، فوق لیسانس بلافاصله در ICMS که یه مدرسه‌ای بود که هاروارد در ایران درست کرده بود، و در یک دوره شبانه روزی در واقع به مدیران مدرک MBA میداد، مدرک مدیریت کسب و کار میداد. اونجا در واقع درس خوندم و مدرک فوق لیسانس رو گرفتیم. بعد از فوق لیسانس دیگه عرض کنم که بلافاصله رفتم برای دکترا، و در تابستان همون موقعی که فارغ التحصیل شدم از دانشگاه منچستر، مدرسه بازرگانی منچستر بیزنس اسکول، مدرسه بازرگانی کسب و کارش، در حوزه مالی دکترا گرفتم. در طول دوره دکترا اونجا درس میدادم و مدیر دوره بودم. ولی سال 56، در واقع بهمن 56، برگشتم ایران و تا امروز هم ایران است. من مدرسه عالی بازرگانی مشغول کار شدم، ولی وقتی که انقلاب فرهنگی شد دیگه دانشگاه رو رها کردیم و کار دولتی از اون تاریخ تا امروز دیگه نداشتم. مثلا یک سالی و دو سالی، یا شاید ذره بیشتر، دو سال و نیم، تا موقعی که دانشگاه انقلاب فرهنگی شد من مدرسه عالی بازرگانی تدریس میکردم. قبلش هم توی تابستانی تدریس کرده بودم، قبلش هم توی منچستر درس داده بودم. بنابراین میشه گفت که از سال همون 53-54 معلمی کردم، و بعد که در انقلاب فرهنگی شد که اومدم، رفتم به چند تا کتاب فروشی رو انداختیم. بعدش هم دیگه کار مشاوره، و بعدم دیگه تو شرکت ها و اینا، و تمام این دانشگاهی که در طول این 45 سال درس دادیم، در دانشگاه متعددی هم کار کردم، ولی هیچ کدوم به اصطلاح رسمی نبودم در دانشگاه. ولی 45 سال گذشته همیشه درس داشتم، دادم. همه این دانشگاه درس هایی که دادم مالیه دیگه، مثلا فرض کنید که مالی یه رشته داره به نام مالی شرکت ها، اونو درس دادم. کیس هایی در یا موارد موردی در دانشگاه یعنی دادم، موارد منتخب مالی رو دادم، مدیریت مالی درس دادم، مدیریت سرمایه گذاری درس دادم، بازارها و نهادهای مالی درس دادم، درس های مختلفی که به مالی مربوط میشه. در دوره تدریس دوستان مختلفی داشتیم. در شروع که در مدرسه عالی بازرگانی، خب یه عده‌ای از دوستان بودن که اونجا درس میدادن، با اونها رفت و آمد داشتیم، مثل آقای دکتر خطایی یا
دکتر مجتهد یا دوستانی که در اونجا بودن، مثل دکتر وحیدی، یا کسانی که حسابداری درس میدادن. یه مقدارم گویی من حسابداری هم درس دادم تا اواسط دهه 60 که امام صادق بودم. بعد از اون تاریخ آقای دکتر سایی از دوستانی ما بودن از گذشته که تو مرسالی بزرگانی میدن که همین چند ماه پیش به رحمت خدا رفتن. همیشه با ایشون تا آخر دیگه عیاق بودیم و در این 40 سال از نزدیک ارتباط داشتیم و رفت آمد کردیم. آقای مهدی تقوی بودن که استاد علامه باقی موندن، ایشون هم رفت آمد باش سالهای طولانی داشتیم. آقای معنوی راد بودن که اونا هم در دانشگاه درس میدادن، ولی خیلی زیاد دیگه، چون من مدارس زیاد، دانشگاه زیاد. این اواخر خب بیشتر که شریف تو این 17-18 سال اخیر درس دادم، طبعا آقای دکتر طبیبیان و آقای دکتر فرهاد نیری و آقای دکتر سوری و دوستانی که بیشتر باشون رفت و آمد داشتیم، این دوستانی بودن که در حوزه اقتصاد بازار شناخته شدن به عنوان کسانی که تو این حوزه کار میکنن. و دوستان جوانتر هم خب همین ها هستن که در دانشگاه شریف الان تدریس میکنن. با اینا طبعا توی این 6-7 سال اخیر از نزدیک کار کرد. والا در مورد معلم های خود من که تأثیر گذاشتن، اولیش آقای عاملی بوده که در دبیرستان خیلی تأثیر گذاشت روی فارسی که من کار میکردم، خیلی تأثیر داشت روی من و مؤثر بود، تحت تأثیر ایشون بودم. فکر کنم تو دبیرستان کس دیگری نبوده که بتونم بگم که مؤثر بوده. در دنیای دانشگاه خوب کسانی بودن که ما باشون سالها بعدها دوستی کردیم. تو ادبیات فارسی آقای دکتر احمدی گیوی بود که در حدود مثلا 10 سال پیش به رحمت خدا رفت. خب ایشون بعدها هم خب من همکار شدیم، هم دانشکده شدیم، هم دوست بودیم و سالهای دوستی ادامه پیدا کرد. از کسانی که در امر نشر باشون آشنا شدیم، آقای بود به نام آقای مافی که بسیار من تأثیر داشت. دوره کوتاهی در خدمتشون بودیم و یه روی فرهنگی کار میکردیم، از طریق ایشون هم با یه عده‌ای از اندیشمندان و اهل فکر توی ایران ارتباط پیدا کردیم. دوره‌ای که بالاخره جنگ بود و اینها و من تو کار نشر بودم، خب با عده گسترده‌ای از ناشرین و مؤلفین و شعرا و فیلم، کسانی که در حوزه فیلم میدن، اینا آشنا شدم. به خاطر اینکه نشر همین معنی رو داشت دیگه، شما کتاباشون رو چاپ میکردید. بسیاری از آدمایی که بودند، مخصوصا که ما یه کتاب فروشی نام پاپیروس داشتیم که خیلی اون موقع مرکزیت پیدا کرد تو دهه 60 و بنابراین با یه عده زیادی، یکیشون که هنوز هم خوب از دوستای بسیار نزدیک ماست، آقای عبدالله کوثری هستن که مترجم معروفی هستن. خب یه دوره کوتاهی هم دوستانی مثل آقای نفیسی بودن که در خدمتشون بودیم و یک کارایی میکردن، ترجمه میکردن، کار ترجمه انجام میدادن. و دوستان دیگه هم از نویسنده ها در خدمتشون دوره هایی بودیم و کار کردیم. اونا خب خیلی تأثیر گذاشتن. از نظر تأثیر از دوستان، خب آقای دکتر، آقای علی مدد، خیلی مصطفی علی مدد که به رحمت خدا رفتن، تأثیر زیادی رو من داشتن و بسیار مؤثر بودن در زندگی من، برای اینکه اخلاق خیلی والایی داشتن، حسابدار بسیار برجسته‌ای بودن، اهل تحقیق بودن. ایشون هم خیلی بهشون علاقه دارم و علاقه داشتم و سالها در خدمتشون بودم. و آقای مسعود حیدری که اخیراً فوت شدن و ایشون من در عرض کنم که دانشگاه که بودم معلم، دوره کوتاهی معلم من بود برای یه درسی و بعد هم ارتباطاتمون حفظ شد. آقای دکتر آزمایش که من در خدمتشون در دانشگاه بودم، در مرسولی بازرگانی بودم و رئیس دانشگاه بودم، انسان فرهیخته‌ای هستن، خیلی
موثر بودن و خیلی های دیگه واقعا آدم های بسیار زیادی بودن که میشه گفتن که میشه گفت که رو آدم تأثیر دارن. حالا وقتی یه سوال میشه بلافاصله آدم تمام اسامی تو ذهنش نمیاد، اما اینایی که گفتم میتونم بگم که عمده بودن در فامیل. کسی که تأثیر داشت خب یکی از بستگان ما بود که همسر عمه من بود، آدمی است که درس خون و کتاب خون بود، آقای رازدار. ایشون هم تأثیر قابل ملاحظه‌ای در کودکی من و شکل‌گیری کودکی داشتن. بنابراین یک تعدادی از افراد میشن دیگه که حالا اینکه مخاطب شما اینها رو بشناسه، فکر میکنم یه عده‌شون رو میشناسه، مثل آقای عبدالله کوسری یا استادایی که در حوزه اقتصاد نام بردم، یا آدمایی مثل آقای دکتر سایی رو در کل شنیدن در سطح ملی و بقیه رو خوب طبعا نشنیدن.